از یکم ایول سال 2023 حجم معاش کارمندان دولتی و نفقه ها در تاجیکستان 20% بالا برده می شود. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان هنوز روز 6 فوریه سال 2023 با امضای یک فرمان امر داد که با مقصد برهم برداشتن سطح نیکو احوالی و تامین حفظ اجتماعی اهالی، از 1 مارس سال جاری معاش وظیفوی خدمتیان حربی، کارمندان مقامات حفظ حقوق به اندازه 25% و کارمندان دیگر این مقامات به اندازه 20% زیاد کرده شده، از 1 ایول سال 2023 معاش وظیفوی کارمندان تشکیلات های ساحه معارف، علم، تندرستی و حفظ اجتماعی، حجم استیپندیه های دانشجویان و نفقه زمینوی و دیگر نفقه های موجوده 20% بالا برده می شوند. همچنین نفقه های سغورتوی نیز باید از 1 ایول 16% ایندکسه کرده شوند. به حکومت تاجیکستان امر داده شده بود تا خراجات وابسته به افزایش معاش و نفقه ها را در ساختار بودجه دولتی از نو حساب کتاب کنند و در ظرف 1 ماه آینده از حساب بودجه منبع های بالا بردن معاش و نفقه ها را معین و حساب کتاب کنند. در سال 2023 بالا بردن حجم معاش و نفقه ها و استیپندیه ها از جمله وعده های پرزیدنت امامعلی رحمان بود که 23 دکمبر سال 2022 در پیام سالانه‌اش بیان داشت. در حال حاضر حجم معاش و نفقه در تاجیکستان از همه پست‌ترین در بین کشورهای شوروی سابق به شمار می رود. به این دلیل منبع اساسی تامین روزگار اکثر خانواده ها در تاجیکستان نه معاش و نفقه، بلکه آن پول هایی است که مهاجران تاجیک از خارج و اساساً از روسیه می فرستند.